بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن نمازهای مستحبی رو می شود نشسته خواند، پس نماز شب رو و همچنین نمازهای مستحبی دیگر رو کسی که کسالت داره یا خسته است می تواند نشسته بخواند. در نمازهای نشسته رکوع رو یه مقداری انسان به قصد رکوع خم بشه کافی است، گرچه مستحب است تا اندازه ای خم بشود که مقابل سجدگاهش یعنی مهرش صورت مقابل سجدگاه قرار بگیره، این مستحبه، اما مقداری خم شدن کفایت میکنه برای رکوع. فرمودن اگر کسی تواناییشو داره برای اینکه ثواب نماز رو کامل ببره، خوبه که اگر نشسته میخواند دو برابر بخواند، یعنی هر دو رکعت ایستاده را چهار رکعت نشسته بخواند. مسئله بعد این است که هر نماز واجب روزانه مثل نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا نمازهای مستحبی دارد که بسیار بسیار فضیلت دارد. نماز صبح دو رکعت نماز نافله دارد که قبل از نماز صبح خونده می شود. بسیار این دو رکعت فضیلت بسیار دارد. در بعضی از روایات که فقهای عظام نقل فرمودن دارد که از نماز شب فضیلت این دو رکعت بیشتر است، لذا سزاوار است که قبل از نماز صبح دو رکعت نافله نماز صبح خونده شود. وقت این نافله تا زمانی است که سرخی آفتاب از طرف مشرق پیدا شود، یعنی قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه از طرف مشرق یه سرخی پیدا می شود. تا اون وقت اگر کسی نماز نافله میخواد بخواند بخواند، ولی اگر نمازش به اون وقت رسید فرمودن بهتر آن است که نماز صبح را اول بخواند، بعد نماز نافلهش و بعد از نماز صبح بخواند. هدیه به پیشگاه مقدس سید الکونین آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه و کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام صلوات بلند خدمت.